ششم آگوست 2014 اروپا دومین بازار صادراتی محصولات غذایی خود را از دست می‌دهد. روسیه ممنوعیت گسترده‌ای را برای ورود میوه، سبزیجات، محصولات لبنی، گوشت و ماهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع می‌کند. پهناورترین کشور جهان تهدید کرد حریم هواییش را دیگر در اختیار کشورهای غربی نخواهد گذاشت. نمایندگان مجلس دومای روسیه همگی از غرب می‌خواهند در لیست تحریم‌ها قرار گیرند تا اتحادشان را برای مقابله با تحریم‌ها نشان دهند. تحریم‌هایی که ریشه در اختلافات روسیه و غرب بر سر شبه جزیره کریمه دارد. اختلاف بین مقامات جمهوری خودمختار شبه جزیره کریمه و دولت اوکراین به اوج خود رسیده است. سرگئی آکسینوف که به تازگی از طرف پارلمان به مقام ریاست جمهوری کریمه رسیده، از نیروهای روسی درخواست کمک می‌کند. 150 هزار نیروی روسی وارد کریمه می‌شوند تا امنیت این منطقه را بر عهده بگیرند. غربی‌های نگران در پی تدارک واکنشی اثرگذار برای کنترل رفتار روسیه هستند. همه پرسی عمومی در این شبه جزیره برگزار می‌شود. بیش از 90% شرکت کنندگان خواستار جدایی کریمه از اوکراین و الحاق مجدد آن به روسیه می شوند. از نظر غربی ها روسیه در امور داخلی کشوری دیگر دخالت نظامی کرده و باید تنبیه شود. بازی تحریم آغاز می شود. 17 مارس آمریکا اسامی گروهی از شخصیت ها و نهادهای روسی را وارد لیست SDN می کند. دارایی این افراد باید بلوکه شود و دیگر حق سفر به آمریکا را ندارند. همچنین همه اتباع آمریکایی از انجام هر گونه مبادله بازرگانی با افراد و نهادهای نامبرده در لیست منع می‌شوند. در اقدامی هماهنگ و در همان تاریخ، اتحادیه اروپا 21 نفر از مقامات روسی و کریمه‌ای را به تحریمی مشابه دچار می‌کند. روسیه حاضر نیست حمایت خود از کریمه را قطع کند. 4 ماه بعد یعنی در 16 ژوئیه افراد و نهادهای بیشتری از جمله شرکت ملی کشتی سازی روسیه وارد لیست SDN می شوند. آمریکایی ها 3 بانک بزرگ روسی را نیز در لیست موسوم به SSIL قرار می دهند که باعث نوعی منع در خرید و فروش سهام و تأمین مالی این بانک ها می شود. آخرین سری تحریم ها 12 سپتامبر تصویب می شود. 11 شخصیت حقیقی و 2 نهاد دیگر به SDN اضافه شده و 10 شرکت حوزه دفاعی و نفت و گاز در لیست SSL که نوع شدیدتری از SSIL است وارد شدند. طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی روسیه از 3.4% در سال 2012 به رقم 0% در سال 2016 میرسد. ارزش روبل در مقابل دلار به نصف کاهش یافته و هر دلار برابر می شود با 60 روبل. تورم 9% بیشترین میزانی است که روسیه در 3 دهه گذشته به خود می بیند. تحریم ها تأثیر خود را بر اقتصاد روسیه می گذارد. 5مین اقتصاد دنیا 2 راه در پیش دارد. اول، چانه زنی برای لغو تحریم ها و کوتاه آمدن از مواضعش بر سر کریمه، دوم، اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با تحریم‌ها در بلند مدت و ماندن بر سر مواضع سیاسی. روسیه راه دوم را در پیش می‌گیرد. این رویکرد علاوه بر کاهش آثار زیانبار، طرف مقابل را هم تضعیف می‌کند و مقدمه ایست برای موازنه سیاسی. جایگزینی ارزهای محلی به جای دلار هرچند بی سابقه نبود، اما پس از تحریم‌ها وسعت بیشتری به خود گرفت. در سال 2014 روسیه و چین بزرگترین قرارداد انرژی جهان به ارزش 400 میلیارد دلار را با استفاده از ارزهای محلی می‌بندند. در همین سال روسیه از اتحادیه اروپا خواست تا وجه صادرات گازیش را به روبل پرداخت کند. برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند پرداخت روبلی داشته باشد، ابتدا باید به روسیه محصولاتی صادر کرده و در ازای آن روبل دریافت می‌کرد. روزها برای اینکه سایه تحریم‌های ارزی را عقب‌تر برانند، بیش از 1 تریلیون از دلارهایشان را به طلا تبدیل کردند. با تصمیماتی که روسیه گرفت، ضرباهنگ بازی آرام‌تر شد و دیگر غربی‌ها تحریم تازه‌ای علیه این کشور وضع نکردند.
اگرچه سال هاست غربی ها برای اعمال فشار بر کشورها از بازی تحریم استفاده می کنند، اما به نظر می رسد قواعد این بازی آنقدر کهنه شده که مقابله با آن به تدریج جای مذاکره برای لغو را بگیرد.